ایخو ما شنیدیم تا گفته مردم که این منطقه منطقه دولتی است، میگه مردم شخصی ساخته بود دیگه، به مو خاطر یارو وسه کردن. یعنی کم پیشتر آمده بودن در سرک باغچه جور کرده بودن و همین چیزا. والا با همین کل تن یانه دیگه کل منطقه همین قانون بود، مردم خانه جور کرده بینش، کرا داده، گرو داده. مردم زیاتر کوچه اون طرفه مردم گرو داده، این میاله کرا میگیره 5000 6000 نمیته، یک جای چهار دیوالی کرده، دو اتاق جور کرده، یک نفر گرو دادن. کرا دولتی را؟ بله ها. ما در گذر 15 منطقه 315 ساحاتی که از طرف غاصبین غصب شده بود، ساحات سبز البته که دیوار احاطه کرده بودن، پنجره گرفته بودن و اتاقا جور کرده بودن. ما آمدیم و تخریب کردیم. قبلا توسط وکیل صاحب گذر برایشان اطلاع داده شده بوده که مردم گوش نکردن به اطلاع ناحیه. امروز اینجا را تخریب کردیم. بسیار با دولت خوش هستیم که به خاطر که پیاده رو آزاد شد، بچه‌ها طفلا کلی که مکتب میرن، درس میخوانن، کورس میرن، در سرک میرن، چندین بار موترات هم طفلا را زده. حالا فعلا میرن خوب است که برای پیاده رو. فکر کنم پیاده رو بوده که اینا غصب کردن. کلش پیاده رو بوده. ولی اونا به خود گرفته بودن. اونا به خود غصب کرده بودن. اینجا قسمت ها میگن زمینای غصب شده بود و تخریب شده. نظر شما درباره این موضوع چی است؟ اگر اجازه سخن بخشید بگویم تو از دختر ما پیش باشی پس نه. ما همیشه که یک جایی که خریدیم اونی دروازه زرد روبروی میبینی ایسونش، ما یک جای یک چوکری را خریدیم. وقت بخیری خدمت شما هموطنای عزیز. امیدوارم هر کجایی که هستین و بیننده برنامه ما هستین صحت و سلامت باشین. باز هم من نیلوفر رحمانی از چینل یوتیوب کابل شو در خدمت شما هموطنای عزیز هستم. بینندای عزیز، ما امروز آمدیم به ناحیه 11 گذر 15 که اینجا روز قبل جاهایی که مقابل خانه‌های مردم بود این قسمت‌ها رو تخریب کردن. البته از طرف شارواله تخریب شده. این که به کدام دلیل اینا تخریب شدن، آیا زمین غصب شده بوده یا این که دلیل چی بوده، امروز آمدیم که یک گزارش داشته باشیم و صحبت داشته باشیم همراه اهالی این منطقه و این مسائل را ازشان بپرسیم که موضوع چی بوده. شما هموطنان عزیز بیننده برنامه ما باشین. من میرم و صحبت‌ها رو آغاز می‌کنم با اهالی منطقه. ما را همراهی کنین. گذر 15 منطقه 315 ساحاتی که از طرف غاصبین غصب شده بود، ساحات سبز البته که دیوار احاطه کرده بودن، پنجره گرفته بودن و اتاقا جور کرده بودن. ما آمدیم و تخریب کردیم. قبلا توسط وکیل صاحب گذر برایشان اطلاع داده شده بوده که مردم گوش نکردن به اطلاع ناحیه. امروز اینجا را تخریب کردیم. خب هموطنان عزیز، قسم که شما میبینین اینجا جایی است که مکمل نیمه قسمت ها تخریب شده و ما ببینم یک صحبت داشته باشم امرای یعنی اینجا یک برادر ما هستن که بریم ما یک صحبت داشته باشیم امرایشان. بیادر سلام علیکم. و علیکم سلام و رحمت الله. بخیر باشین. اسمتان؟ محمود. اینجا خانه تان است؟ باشنده 315 نایی 11. بسیار خوب. بیادر برای ما یکم معلومات بتین درباره ای که چرا این قسمت ها تخریب شده؟ این قسمت ها به خاطر تخریب شده که یا مربوط سایه سبز دولت نبود و مردم بدون اجازه دولت از خود فامیلی گراج ساخته بودند، دیوال استنادی بالا کرده بودند، کتاره گرفته بودند، خلاصه سایه سبز دولت غصب کرده بودند مردم بدون اجازه دولت. و فعلا رضایت دارن ندارن کسایی که زمینایشان البته نه خودتان میگن که غصب شده بود؟ این مربوط دولت بوده دیگه، مردم بدون اجازه دیوال گرفته بودن، کتاره گرفته بودن، دیگه دلشان راضی باشن یا نه باشن دولت دیگه برشان اجدار داده بود، اجدار دولت نادیده گرفتن و دولت آمد تخریبش کرد. چی میگن حالا مردم از این منطقه چی گفتنی دارن؟ دیگه یگانه خاصشان اینمی بود که برشان یک چند روز وقت میداد دولت و دولت قبلا برشان وقت داده بود. از طریق امام مسجد، از طریق فامیلی امی وکیل گذر برشان گفته شده بود، اما مردم گپ دولت نادیده گرفتن، از همین خاطر دولت دیگه باز واکنش جدی داد. این از طرف شاروالی اقدام صورت گرفت؟ البته دیگه اونقدر معلومات کافی نداریم، منتصر شاروالی است. باز عمق گفته شد یا نه که بعدا اینجا چی جور میکنن؟ نه هنوز دیگه معلومات نداده. خب است ان شاء الله که یک ساحه سبز شوه به درد بخور شما هم باشین، زندگی شما زندگی میکنین. ان شاء الله. تشکر. سلامت باشین. سلامت باشین. قسم گفتن امتون عزیز اینجا جایی بوده که زمین غصب شده بوده، البته از طرف مردم اهالی می منطقه این زمین غصب شده بوده و قسمت ها و بالاخره هم شاروالی همی تصمیم گرفته که این زمین های غصب شده را البته میگن که برشان احوال داده بودن که یعنی شما خودتان یک کار کنین، وقتی که انجام ندادن مجبور شده که خود شاروالی دست به کار شود. خب هموطنان عزیز ما باز هم معلومات میگیرم از اهالی این منطقه. شما فعلا چند تصویر بیننده باشین ما رو همراهی کنین. پیام از طریق نایه به ما گفته شده بود، ما این پیام به اهالی منطقه 615 رساندیم از طریق مسجدها، از طریق ملایمان به خاطر این پارکای سبز که مردم ها غصب کرده بود و این دیوال دور داده بود، باغچه جور کرده بود و این را پاک کردن. سلام علیکم. خوب هستین؟ بخیر هستین؟ سلامت هستین؟ بخیر هستین. باشین کمک این طرف استاد میشدین؟ ما را کفتت اولاد گرفتین. هیچ مشکل نیست. اسمتون؟ شیرالماس. از این منطقه هستین؟ بله. کدام قسمت از خانه تان همین خبر ما بگوین؟ از این قسمت بالاتر است. بالاتر هستین. بله. درباره اینجا بودین روزی که اینجا تخریب صورت گرفت، چرا تخریب کردن این قسمت ها؟ والا یا پارکای بود که جدا کردن به خاطر صاحبان که چپیش کردن. میگن زمینای غصب شده بودن. والا هیچ معلومات نداریم. ندارین معلومات. نظر شما در باره چیست؟ والا خیلی کار خوب است. خوب است. بله. ولی اقتدار رضایت ندارن. والا هر کس شخصی خودش است. مربوط خودشان میشن. بله مربوط خودشان. شما بخیر بی‌طرف هستین. بله ما بی‌طرف هستیم. ولی کسایی که زمین غصب میکنه و زمین دولت هم میگیره کار خوب نمیکنه. بله والا معلوم دار است دیگه، حق مردم میگیره. دقیقاً. لطف کردین، تشکر. بفرمایید زنده باشین. سلامت باشین. خب بریم ما پیشتر همتون عزیز که ما اینجا نظر اقتدار هموطنهای ما رو بگیرم و اینجا امرای آجی صاحب یک صحبت. آجی صاحب ببخشین السلام عليكم. وعليكم السلام. خوبستن. 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 اسمتان؟ بله. اسمتان؟ محمد الله. آرچه وزمی منطقه استین؟ از کوچه هستیم. از کوچه پیشتر هستین. اینجا قسمت ها میگن زمینای غصب شده بود و تخریب شده. نظر شما درباره این موضوع چی است؟ اگر اینجا هستی سخن بخشید بگویم تو از دختر ما پیش باشی پس نه. ما همینجا که یک جا که خریدیم اونی دروازه زرد روباری هم میبینی ایسونش ما یک جا یک چوکری را خریدیم. یک برادر گل گفت یکم تا آدم سابقه از این دکاندار پرسان کن این براتان میگو ما که چی عدل خود چی بخشیم. از می روخ تیر میشین؟ آره تیر میشیم. تیر میشین نه آره این زمین میگن مگه این زمین غصب شده بود. والا دیگه ما خود که نشنیده باشیم به این سفید ایش خبر ندارن درو بگیم به ایش سفید چیزی را خبر باشیم ما بخشتان آگاه بگویم. یعنی خواهیم خبر ما بگویم میگین خبر ندارین دیگه؟ نه خبر ندارم. یعنی اقتدار را مثلا جلوس خبر ندارم. ما رفته چای میخوره میوه برای خدمتتون میکنیم. باید باشین تشکر زنده باشین. اقتدار هیچ جنوس خبرم ندارن که چی گپ است. خب یک خبر ندارن هست. قسمت بالاتر بودن و اینجا دکاندارایی هستن که اینا حتما آگاهی دارن. من ببینم کمرایشون صحبت میتونم یا خیر ما رو همراهی کنین ایزا. بیادر سلام علیکم. بخیر هستین. اینجا یک دفستا شوین از خیرتان. اسمتان؟ سید خطاب. دکاندار هستین؟ نه خیر نه ما موتر توزیع دارم. این موتر شماست؟ بله. همینجا خب میایین و میرین؟ بله. خبر دارین از این موضوع که اینجا تخریب شده این قسمت ها؟ ای خب خبر داره ما اینجا سعی کردیم یک سه روز پیش اینجا آمده بودیم این منطقه را پاکاری کردم. چرا با کدام دلیل؟ ای خب ما شنیدیم تا گفته مردم که این منطقه منطقه دولتی است مگه مردم شخصی ساخته بود دیگه به مو خاطر یاروسی کردن. یعنی کم پیشتر آمده بودن در سرک باغچه جور کرده بودن و همین چیزا. والا با همین کل تنها یانه دیگه کل منطقه می خانون بود مردم خانه جور کرده بینش کرا داده گرو داده مردم زیاتر کوچه اون طرفه مردم گرو داده نمیاله کرا میگیره 5000 6000 نمیته یک جای چهار دیواری کرده دو اتاق جور کرده یک نفر گرو دادن کرا دولتی را. بله ها دو کوچه پایین اگه میتونید شما مراجعه کنید سرک شتول اون طرفا مکمل مردم خانه جور کردن دکان جور کرده این رقمی دکان جور کرده 10000 5000 پک را دادن یا هنوز باغچه جور کرده بود یک پنجره گرفته بود پنجره را پاس سو کرده دیگه خدمت مردم کردن باغچه را پاس اله دادن اون طرف خانه جور کرده دیگه اقدامشان شاید که به خاطر از مردم باشه یا به خاطر از اینکه زمینای دولتی را غصب کردن. بله دیگه خب غصب اون طرف بیشتر غصب کردی خب باغچه جور کرده بود اکثر مردم غصب می‌کردن. بله اون منطقه را شما می‌بینید اونجا خانه جور کرده بود یک گوشته که اینجا ساتری میکنه و بیچاره دیگه مجبور شدن سرک ساتری کنه که مردم بده ایرا گرفت ها دیگه باغچه را قید کردن. باز چی گفتن این مردم همین منطقه کسایی که بودن خانهشون اونا چی گفتن؟ چیزی نگفتن دیگه خودشان اقدام کردن پیش از اینکه وا برسن خودشان روزی کردن اون چیزی که جور کرده بود اون اونجا یک پنجره جور کرده بود اون رو پیش از اینکه وا بیا روزی کردن خودشان دیگه. تشکر زنده باشید سلامت باشید بفرمایید. خب قسمه که گفتن اینجا آیچه به امرتون یک صحبت داشته باشیم. سلام علیکم. سلام علیکم بخیر هستی خیر و خیریت هست. اسمتان؟ اسم من محمد عارف. از این منطقه هستی؟ از این منطقه هستم دواخانه دارم. دواخانه دارین؟ دواخانه شما تخریب نشده؟ نه نه تا فعلا نه 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 از ما قانونی است. قانونی است شکر است. آیچه اینجا قسمت هایی که غصب شده بود البته میگن که غصب شده بود بله. و فعلا تخریب شده نظر شما در این باره چی است؟ والا نظر ما نظر نیک است. سوا منطقه پیاده رو بود دیگه باز بعدا این خانه از این مردم آباد بسیار با کمال نیک گفتن ما از جلوگیری و سرکشی نداریم از قانون دولت ما هزار دفعه ما همین تخریب میکنیم. چون گناهشون بود؟ خود شاید گناهشون بوده باشه چون زمین دولتی را میگن که غصب کرده بودن و نگفتن که بعدن چی کار صورت میگیره اینجا چی جور میکنن؟ بعدن دیگه ما دیگه نمیفهمیم که اینجا چی جور میکنن این گپ یعنی تا کس دیگه پس نامده؟ نه نه دیگه دوباره غیر از اینکه امروز تخریب شد دیگه کسی نامده. خیر باشه کلام گفتنی است. تشکر خداحافظ بخیر باشه. تشکر لطف کردین. خب یعنی هم نظر هموطنای ما که گفتن در رابطه با امی جایی که غصب شده بود دکانایشان بود اینجا و یک کمک پیش آمده بودن یگان پنجره گرفته بودن باغچه جور کرده بودن و اینا تخریب شده فعلا که بعدا اینجا چی جور میکنن اینی هم تا حالا گفته نشده در این باره چیز گفته نشده و همراهمی آیج صاحب سلام علیکم. شما اینجا چی کار میکنین؟ خوب هستین؟ نان خدا آوردن در منبعی علزمی منطقه هستین یا نه؟ بله. خانه تان هستم اینجا؟ بله. شما خب به این سمت خو نبودین؟ این سمت این سمت؟ نه به این سمت نبودین. دور هستین؟ ما در کوچه دیگه هستیم. پیش هستین. از می راه تیر میشین؟ بله بعضی وقت. نظرتان چیز درباره می تخریب صورت گرفت؟ درباره از این شما با دولت خوش هستیم که به خاطر که پیاده رو آزاد شد بچه‌ها تفلو کالج مکتب میرن درس میخوان کورس میرن در سرک میرن چندین بار موترات هم تفلو را زدند اول فعلا خوب است هم روی پیاده رو فکر کنم پیاده رو بوده که ناقص کورس پیاده رو بوده ولی به خود گرفته بودن به خود غصب کرده بودن ما از دولت زیاد خوش هستیم یک دولتی که در تاریخ دنیای قسم یک دولت نبوده به خاطر امنیت خاص یک امنیت سراسری در کشور مالای مردم، دکانای مردم هر وقت سال که شب که باشم تو باز است کسی به مال کس دست درازی کردن نمیتونه این شکر هزار با شکر من که یک این تاریخ دنیا گفتم یک انشالله از این که بهتر و بهترتر شود انشالله بهتر میشه انشالله بخیر یک کار بار به مردم نداره کار بار نیست یک مشکل کار ما مشکل کار داریم دیگه امنیت دیگه یک مشکل همین درس تعلیم داریم درس تعلیم مشکل دیگه آرام بیکی که میگن در تاریخ دنیا هم یک رقم دولت نبوده شما زنده باشین تشکر لطف کردین خب هموطنان عزیز شما فعلا بازم چند تصویر بیننده باشین و من میرم پیشتر ما را همراهی کنین هموطنان عزیز قسم که شما دیدین در برنامه ناحیه 11 از گذر 15 که به دلیلی که هموطنان ما که اینجا زندگی میکردن این قسمت های پیش روی خانهشان را یعنی زمین دولتی را غصب کرده بودن به این دلیل شاروالی تصمیم گرفت که همین زمین های غصب شده را دوباره ازشان بگیره و اینجا پیاده رو است مکمل همین قسمت که همین اقدام صورت گرفته بود ما هم آمدیم و صحبت های داشتیم همراه هموطنان ما کسایی که حالی منطقه بودن و صحبت هایشان را شنیدین این هم بود برنامه که تقدیم شما هموطنان عزیز کردم هوا بسیار گرم از بخشش باشه ازا که نفسم قید میشه پشت ماسک این هم بود برنامه که تقدیمتان کردم لایک، کامنت، سابسکرایب فراموشتان نشه نظریات نیکتان را بر ما بفرستین تا برنامه بعد خدا یار نگهدار شما